احتمال اثر بخشی واکسن در برابر نوع جدید کرونا. طبق اعلام مدیرعامل شرکت داروسازی بیوانتک، واکسن کرونای این شرکت در برابر نوع جدید ویروس کرونا که ابتدا در انگلستان کشف شده کارایی خواهد داشت، اما برای اطمینان از این موضوع تحقیقات بیشتری باید انجام شود. هماکنون محققان این شرکت در حال انجام آزمایش‌های مربوط به اثر بخشی واکسن در برابر گونه جدید کرونا هستند و نتایج آن دو هفته دیگر مشخص می‌شود. به گفته مدیرعامل شرکت بیوانتک، گونه جدید ویروس کرونا به جای داشتن یک جهش که به طور طبیعی رخ می‌دهد، 9 بار دچار جهش شده. اما پروتئین‌های این ویروس تا 99% شبیه به انواع دیگر ویروس کرونا است. این میزان شباهت عملاً اثر بخشی واکسن در برابر آن را تضمین می‌کند. اما اگر برای ویروس جدید نیاز به اعمال تغییر در واکسن کنونی باشد، ظرف 6 هفته این تغییر ایجاد خواهد شد. در حال حاضر بیش از 45 کشور مجوز استفاده از واکسن شرکت بیوانتک را صادر کردند. ارتباط چشمی و آمدانه کانگوروها با انسان. به تازگی مشخص شده کانگوروها می توانند مانند حیواناتی از قبیل گربه، سگ و دیگر حیوانات اهلی به طور آمدانه و به وسیله نگاهی احساسی و عمیق با انسان ارتباط برقرار کنند. محققان بریتانیایی پی بردند کانگوروها زمانی که با مشکلاتی مانند عدم دسترسی به غذا مواجه می شوند، درخواست کمک خود را به وسیله خیره شدن به چشم انسان ابراز می کنند. پیش از این مشخص شده بود حیوانات اهلی مانند اسب و سگ از ارتباط چشمی عمیق در مواجهه با انسان استفاده می کنند، اما این برای نخستین بار است که مشخص شده کانگروها که پیش از این هرگز اهلی نشدند، از تماس چشمی برای برقراری ارتباط با انسان استفاده می کنند. کشف چگونگی تشخیص گفتار از سر و صدا در مغز. محققان آمریکایی برای نخستین بار سازوکاری کشف کردند که نشان می‌دهد مغز می‌تواند با استفاده از آن صدای گفتار را از صدای محیط تشخیص دهد. گروهی از سلول‌های عصبی با پردازش صداها به مدار اصلی شنوای مغز کمک می‌کنند تا گفتار را از سر و صداهای دیگر تشخیص دهد. این نخستین شواهد فیزیولوژیکی است که نشان می‌دهد مغز چگونه می‌تواند از میان اصوات گوناگون متوجه حرف‌های یک انسان دیگر شود و روی آن تمرکز کند. پژوهشگران امیدوارند نتایج این تحقیقات به کشف ویژگی‌های بیشتر درباره فرآیندهای محاسباتی بنیادی در بخش مدارهای مغزی مربوط به شنوایی منجر شود. موفقیت چین در دستیابی به خاک ماه. طبق اعلام سازمان ملی فضایی چین، کاوشگر چینی چانگ 5 توانست حدود 1700 گرم از خاک ماه را با موفقیت به زمین بیاورد. هم‌اکنون نمونه‌های جمع‌آوری شده برای انجام تحقیقات علمی به آزمایشگاه مخصوصی در چین منتقل شده است. این برای نخستین بار است که این کشور موفق شده از کره ماه نمونه برداری کند. مأموریت کاوشگر چانگ 5 یکی از پیچیده‌ترین و چالش‌برانگیزترین مأموریت‌های فضایی تاریخ چین به حساب می‌آید و نخستین مأموریت جمع‌آوری خاک ماه در بیش از 40 سال گذشته بوده است. پیشتر تنها آمریکا و روسیه موفق به آوردن خاک ماه به زمین شده بودند و اکنون چین نیز به این موفقیت دست پیدا کرده است. کشف لاشه‌ای گرگ با قدمت 56000 سال. طبق اعلام دانشمندان، عمر لاشه یک توله گرگ کشف شده در شمال کانادا دست کم 56000 سال است. لاشه این گرگ که ده ها هزار سال در یک زمین یخزده حفظ شده بود در سال 2016 کشف شد. اکنون دانشمندان میگویند این لاشه که دارای پوست، مو و دندانهای سالم است، کامل ترین لاشه خشک شده گرگ هاست که تاکنون کشف شده است.